قصه های قد و نیم قد. سیب و کرفس و ازگیل، ماهی بیا تو پاتیل. نشد. سیب و پیاز و ازگیل، ماهی بیا تو پاتیل. بازم نشد. سلام، اسم من هانیه، دارم سعی میکنم یه ورد بخونم و این پاتیل رو تبدیل کنم به تنگ ماهی، اما نمیشه. فکر کنم باید بیشتر تمرین کنم. باشه برای دفعه بعد، چون که الان میخوام براتون یه قصه بگم درباره یه جادوگر کوچولو که سعی داره دوست تازش رو خوشحال کنه. اسم قصه هست نینیش و ببر وحشی. نینیش از خواب که بیدار شد مامانش خونه نبود. مامان یه یادداشت براش چسبونده بود روی در یخچال. نینیش عزیزم، من میرم بیرون لباس زمستونی بخرم. یه سنگ خوشگل توپل برات گذاشتم روی میز صبحونه. چوب جادوگری تو بردار و این وردو بخون. دندون بشقاب فرشته، بشو نون برشته، شکلات صبونه بشینه روی نونه. بعدش هم صبونت و ملچ و ملوچ بخور تا زودی برگردم خونه. دوست دارم مامان. نینیش خابالو خابالو چوب جادوگریشو از کشو در آورد و همون جوری که خمیازه می کشید ورد خوند که قندون خوشخواب زرشکی، بشویه نون مشکی، خامه هویج مربا، بره از نونه بالا. نینیش اونقدر گیج خواب بود که وردش رو اشتباه خوند. همینم شد که سنگ روی میز قلوب قلوب صدا داد و دود کرد و جای صبونه یه ببر گنده نشست روی میز. نینیش تریک تریک ترسید و زد زیر گریه. من مامانم رو میخوام، من مامانم رو میخوام. ببر گفت گریه نکن کوچولو، من ترس ندارم چون صبونم رو خوردم، دیگه نمیخورمت. نینیش گریهش رو قطع کرد و با دهان باز ببر رو نگاه کرد. ببر بزرگی بود، خوشگل و نارنجی با راه‌راهای سیاه و یال سفید. ببر گفت چجوری من آوردی اینجا؟ نینیش اشکاشو پاک کرد و گفت ورد صبونه خوندم، نمیدونم چجورکی اینجوری شد. تو کجا بودی؟ ببره سیبیلشو تاب داد و گفت باغ وحش. نینیش گفت مامانت برده بودتت باغ وحش؟ ببره گفت نه، مامانم تو جنگله. نینیش پرسید تنهایی رفته بودی باغ وحش؟ ببره گفت آدما منو برده بودن باغ وحش، من تو قفسای باغ وحش غصه میخوردم. نینیش گفت چرا غصه میخوردی؟ چون مامانت نبود؟ ببره گفت نه کوچولو، دلم برای جنگل تنگ شده بود. اونجا شکار میکردم، میدویدم، از درخت ها میرفتم بالا، آزاد بودم. نینیش گفت چه قشنگ. ببره گفت خب حرفای غمگین بسه، گفتی چیکار میکردی؟ نینیش گفت صبونه میخوردم. ببره گفت آها آها آها، صبونه صبونه، و در یخچالو باز کرد. توی یخچال فقط سنگ بود، سنگای رنگی، خالخالی و راه راه، درشت و کوچیک. ببره سرشو خاروند، شما سنگ میخورین؟ نینیش گفت نه، من و مامانم جادوگریم، سنگا رو ورد میخونیم غذا میشن. ببره گفت ورد، میدونم میدونم، من خیلی بلدم. چوب جادوگری تو بده یه صابونه خوشمزه برات درست کنم. ببر چوب جادوگری نینیشو گرفت و سنگا رو گذاشت جلوشو، هی وردای الکی پلکی خوند. قابلمه مار بدبو، بشوی ظرف نیم رو، خرچسونه جیغ و داد یه کاسه مارملاد، آفتاب گردون رنگی مربای توت فرنگی،
شوربا و شلغم پیر، گردو و نون و پنیر. اما جای همه این صبونهای خوشمزه، جای نیمرو و پنیر و مارمالاد و مربای توت فرنگی، یه گرگ چتر به دست خندان، یه لاک پشت خلبان، یه فنجون توش قورباغه آواز خون، خرگوشای بدجنس با 3 هویج مهربون سر و کلهشون تو آشپزخونه نینیشینا پیدا شد. همشون هم از باغ وحش اومده بودن، درست مثل خود آقای ببر. خرگوشه و قورباغه و لاک پشته و گرگه توی آشپزخونه شیطونی را انداخته بودن و از سر و کول هم بالا می رفتن. همه چی به هم ریخت. پرده ها و دیوارا کثیف پسیف شد، میز چپ و چوله، صندلی ها کج و کوله، قاشق چنگالا پخش و پلا شد و کاسه بشقابا شکست. نینیش دوباره زد زیر گریه که من مامان خودم رو میخوام، صبونه خودم، خونه خودمون رو میخوام. ببره گفت گریه نکن کوچولو، مامانت بر میگرده. نینیش گفت مامانم بیاد میگم تو حیوانای دیگر رو از خونه ببره بیرون. ببره گفت من و بقیه حیوانا دیگه دلمون نمیخواد بریم باغ وحش. نینیش گفت مامانم همه ی وردار خودش تنهایی بلده، هر جایی بخوای بری همونجا میبرتت. ببره گفت چه مامان مهربونی. نینیش گفت مامان خود خودمه. ببره گفت یه کمی هم مامان منه. نینیش پرید بغل ببر که مثل لحاف نارنجی گرم و نرمی بود. نینیش گفت چه بویی میدی؟ ببر گفت بوی ببر وحشیه. نینیش گفت که منو نمیخوره؟ ببر گفت که تو رو نمیخوره. مامان جادوگر زودی برمیگشت و همه چیزو درست میکرد. حیوونا رو برمیگردون جنگل خودشون و صبونه نینیش رو براش آماده میکرد. نون برشته و شکلات صبونه خوشمزه. خب امیدوارم از این داستان لذت برده باشین، خوب بخوابین و کلی خوابای جادویی ببینین. خدا نگهدار.